ورحمة الله وبركاته. برادر اسلامی مومنین خدا همتون بازم یک بار دیگه خوش آمدید. کلام حق و گوشی آخل از لعل و جواهر به برای آدمای با عقل اول الالباب سخنای دملایشان خوری ای طلا و دلار دنیا قیمت است. کلام حق و گوشی آقل از لعل و جواهر به کسی را که خدا دانا کند قم فاندیر به. این دنیا در برادران همه دکتر شده نمیتونند، همه ملا شده نمیتونند، همه معلم شده نمیتونند، یکی همه مسلمان شده نمیتونند. همین دعوت ها و همین مولود ها برای همین هایی که باید همه مسلمان شده. قرآن زیاده از 31 جاشت امر میکنه که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای اهل ایمان ایمان آورده، ای اهل ایمان بیا ایمان بیاره. شما ایمان دارین نگه با بیا ایمان بیاره. هر روز یک قسمه بیارم میگن فلانی مسیحیه فلانی اینه اسلام قبول میکنه، بعد از اون میگن چی میگن؟ میگن شده و لا اله الا الله و انا محمد رسول الله، میگن تمام مسلمان شد. خیلی خیلی که باشه بیا بر دیگه مسلمان شدیم، معنیش که مسلمانی خیلی وضع بینی عزیزا. مقصد از مسلمان شدن بین چقدر گفو بوده است، مقصد از مسلمان شدن بینی که چقدر کارو بوده است. از این مجلس ها از این مولود ها فایدهش همینه که ما باید مسلمان تر شویم، باید ما چقدر تر رویم، باید ما اکنون خمیم رویم همو بودی ها را بینیم، همو بودی ها را هر یک چیز به خودش وادی داره، منظره داره، نمک هم ایمان هم به خودش نمک داره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا من ذاق طعم ایمان، هر کسی که نمک ایمان رو میچشن نمک داشته ایمان. نمک داشتن ایمان همینه که خدا و رسول ای هم ایچی بسیار دوست داره، یعنی که دوست داشتن خدا و رسول نمک ایمان بوده. در دیگر حدیث گوهربار جناب پیغمبر امر میکنه که کسی کسی را به خاطر خدا دوست داره، کسی کسی را به خاطر خدا بد بینه، نمک ایمان چشیده. همین به خاطر خدا یک دیگر مون دوست داریم، به خاطر خدا یک دیگر مون احترام کنیم، به خاطر خدا یک دیگر مون مقصد آغوش کشیم، بینیم که عملی غیر خدایی میکنه اونها مقصد دیگر کاری گناه های کاری غیر شرعی دارن، با نمی سبب های مودان دو شوید. ببین برادر، مقصد به خاطر اونه که سنت ریویا نمیکنی، فرض ریویا نمیکنی، بینو برای همین سبب های تو دور میشم، همین اونها نمک ایمان میچشید. سیم همون انسانی که بسوی توبه آمده، جناب پیغمبر فرمودن توبه کرده بازگشت کرده، او را بسوی گناه دعوت میکنند، کاری گناه را میبینند، گمان میکنند که اکنون روبروی دوزخ ایستاده، یعنی روبروی عذاب الهی ایستاده. همین انسان هم نمک ایمان همه چشیده، ایمان نمک داشته. خوشو به حال انسان ها که در این مجلس نمک ایمان میچشند، این مجلس ها همین های ما ایمان داریم، نکه باید اکنون با ایمان تر شویم، چطورتر رویم، رعایا کنیم، سنت را بینیم. این قدر زیباگی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این قدر گفتار، این قدر گفتار، این قدر گفتار، این قدر سنت، این قدر قول، این قدر معویزه ها برای انا همین ما مقصد همینه که ما باید شایسته شویم. اساس همین مولود ها برای شایسته شدن های، برای انسان شدن های، برای آدم شدن های. مقصد از این قدر دعوت هایی که هست مولود جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما جشن میگیریم، همش برای آدم شدن است که ما باید آدم شویم، ما باید انسان شویم، ما باید مسلمان شویم، باید ما کمبودی همون را رست کنیم. همه انا همین سبب جمع شدن ما برادر ها همین است. شو به حال انسان هایی که همین خیلی مجلس ها را تشکیل میکنن، همین خیلی مجلس ها را به میان میمونن، همین خیلی انسانیت را دعوت میکنن. از همه نعمت بزرگ بعد از این صلوات رسول اکرم است صلی الله علیه و سلم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی صلی. در زبان عربی ما کلمه داریم تولا، اول کلمه داریم تولا به معنای روگرداندن، صلی به معنای روی آوردن، خدا و ملائکه هاش به رسول الله روی آورد. این ببینید، ان الله و ملائکه یصلون علی النبی،
خدا و ملائک ها و رسول الله روی آورده هم. چرا آخی برای که پیغمبر هم به خدا روی آورده؟ کسی که به خدا روی او می آورده، خدا هم به او روی می آورده. مقصد از صلوات روی آوردن به خدا های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خداوند در قرآن با کلمه عبد صدا میکنه چند جاده. سبحان الذی اسرا بعبده، پاک است و پروردگاری که بندش محمد صلی الله علیه و سلم. شب سیر شب دار، شب معراج میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده، حمد و شکر به او خدایی که به بندش محمد قرآن داد. اگر ما بنده شویم خدا ما را کتاب می داده، اگر ما بنده شویم الله ما را معراج می داده، حاضرم اگر ما بنده شویم خدا ما را با قلم می تیم، حاضرم اگر بنده شویم خدا ما را معراج می تیم، معراج به جسم هم نه تیم، معراج به روح می تیم، ما را سیقل می تیم، ما را پاک می کنم، ما را شایسته می کنم، ما را انسان می کنم، ما را همین خیلی میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از مردن سعد ابن معاذ عرش خدا جنبید. ما در بین من آدمایی داریم که مرگ اونها عرش همه جمعونه در گوی خدا وسیعه. ما انسانهایی داریم که مرگ اونها آسمان هوی میکنه، ما انسانهایی داریم که مرگ اونها زمین تنگ میکنه، ما انسان‌هایی داریم که مرگ اونها در زمین سیاهی می‌بیاره مثل علمای واقعی. بندگی را به جا آوردن در کار، مقصد از این مولود بندگی است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی در درون دارن، چیزی در بیرون دارن، همش ای خدا می‌دونن. ما هم که چیزی که در درون مون داریم، داریم چیزی که در بیرون مون داریم، همه را اگر ای خدا دونیم، ما حق بندگی را به جا آوردیم. ایمان برای ما خدا توفیق داده، عمل برای ما خدا توفیق داده، تیانده، گیرنده، سازنده، سوزنده خدا های. این فرزند، زن، مال، پول ما در خدا میتیم. هر کسی که نیت نیک قطعی صلوات رسول الله را خونه، این انسان پیغمبر شفاعت میکنه. اساس مولود همین های. سوالی منکر و نکیر، پرسیدنی منکر و نکیر، جقیش قبر، تشنگی روز قیامت، خلاص خوردن ای غضب خدا، نامه اعمال به دست راست دادن، درآمدن به بهشت، همه اینها به یک صلوات رسول الله حل بشه. برای همین گویم اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم اینک حمید و مجید. جوانمردی، پاکی، راستی، حق گفتار، شجاعت، غیرت، اقرار شدن به گناه، همه این میراث رسول الله هست. برای ما جوانمردی آموخت، برای ما راست روی آموخت، برای ما حق گویی آموخت، برای ما جوانمردی آموخت. به خاطر جوان مردیشان شب گفت پرده را برداشتن جهنم دیدم، ابو طالب انکیم در بین جهنم بود، همون مردیه که در حق من کردگی بود، من ای بین دوزخ گرفتم در لب دوزخ موندم. شد پیغمبر ما جوان مرد، پیغمبر ما شیوه جوان مردی را در این زمین خدا برای او داد. ما در ایمان، اخلاص، ما در این نعمت ها را آورده رسان. مقصد از این مولود جوان مردی را باید یاد گیریم. مقصد از این مولود سنت جاری کنیم. مقصد از این مولود حق حقیقت را یاد گیریم. مقصد از این مولود حرمت علما را یاد گیریم. مقصد از این مولود صلوات رسول را گوییم. مقصد از این مولود این دنیا را یک گذرگاه دانیم، نه جای ابدی. این دنیا یک گذرگاه های، همین تا میگذره میریم، مقصد همون دیگر جای عزیزا، مقصد دیگر جای، مقصد دیدار حضرت دوست های، مقصد با رسول الله و خوردن های، مقصد با ایمان با پیغمبر گذشتن های. هر یکی ما باید مرگ ما نزدیک شدن در خرسن شویم که رسول ما قدیبا بخریم. من
میکنه. این اساسش ای دنیا یک گذرگاه های زینت لحالی نبلوهم ایهم، یا زینت یا رنگ و برنگ های برای امتحان های برای امتحان های جاعلون ما آن چیزی که برای شما گردوندیم علال عرض زینت الله ها، این دنیا زینت های نگه. در دیگر جاش از این پروردگار یک آیه مبارکه عجایب سیر دنیا را گام بزنم، سعیدن جروزا، چه میگه؟ سعیدن جروزا، این حاضر فصل سعیدن جروزا آمده تریزه را وی کنیم برگو قلطی دستیم عرب امیر سعیدن جروزا میگه روز این درخت ها سوز بدن خوزی غلطی دیم سعید با خاک یک جویه شدیم در زمین سرخ سبز شدیم وقتی پوسیدن شاند. این دنیا تیرما داره میگه خدا، میگه بنده ها این دنیا تیرما داره، جوانیش تیرما داره، پلداریش تیرما داره، معیشتش تیرما داره، خوشا به حال انسانه که جسد او دو متر زمین میگیره، روح این ده لیکن عرش جامشه و خدا جامشه این امت محمده. این جسد ما همی دو متر زمین میگیره لیکن درون روح ما ده حضرت دوست های حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در عرش نمیخیم جون، حدیث قدسی هست، من در کرسی نمیخیم جون، من در مغرب و مشرق نمیخیم جون، لیکن در قلب امتی تو میخیم جون. گمان نکنیم و دو متر جو را میگیریم خوب بشم خلاص. روحی ما تجلیات های این روح باید پاک شود. اگر این جسم و روح در قبر دویومین سوال میپرسن با ای رسول الله هم. این جمشوی ها، این گریه ها، این عشق ها، این خرسندی ها، این خیر، این برکت، این آبادی همش تو پیل قدوم رسول الله هست. دنیا را پیش رویش، دنیا را این قدر استحصالاتش، دنیا را لباسای رنگ و برنگش، دنیا را این قدر خشروگیش، هر روز یک اختراعات شده سای، این نه بعد موسی شده، نه بعد عیسی، اینم بعد محمد رسول الله شده. این ارکه خدا های، این محبوب خدا های، این عاشق خدا های، این خاتم های، این خاتم های، خاتمش همینه که به واسطه این دین خدا ختم شد، خاتمش همینه که این انگوشترین سلطنت پیغمبر آمد، این انگوشترین هست، این آمد، این زمین ختم کرد، این زمین برای یراقسازی نیامده، این برای بومبسازی نیامده، این برای رکتسازی نیامده، این برای خونریزی نیامده، این آمده که از جامعه جاهلیت عرب ابوبکر و عمر و عثمان و علی 140,000 صحابه سازه که دنیا از اونو فخر کنه. این برای این آمده، این آمد مدرسه های عظیم بخارا راست شد، این آمد مدرسه های عظیم سمرقند راست شد، این آمد مدرسه های بزرگ هند راست شد. اگر امروز وجود رسول الله را قبول نکنن لیکن کار رسول الله را همه قبول میکنن، کاری که این کار پشت زمین آباد کرد. هیچ کس رد کردن نمیتونه مدرسه های بزرگ عراق ها، هیچ کس رد کردن نمیتونه این محدث های بزرگ ها. مکتب این مکتب آورد که در پیشانه تاریخ یک مهر زد رفت، معنیش همین است، از رسل او، از وصل او و درگاه الهی مقربا وصل شدن، از وصل او هزارها هزار انسان ها پختن رسیدن، از وصل او هزارها شخصیت ها و درجه کمالات رسید، از وصل این رسول چقدر بزرگترین بزرگترین ادبیات ما بیدار شد. همه همینه جمع کنیم، این جمع شوی ما هم تو خیلی جناب پیغمبر هم. و آخرین منهم لما یلحقو بهیم، پیغمبر آل زمان میرسد، این مردم میبینی گروه گروه و میلیون و هزارها میبیاین در دین تو پیوست میشوند،
بعد 1400 سال این منطقه ما پیوست شده. ما در ضمن این آیت می‌گوییم آن روزی که برای امت عذاب کشید، آن روزی برای امت گریه کرد، آن روزی که برای امت تنها بود، آن روزی که برای امت غمش دادن، خداوند و آخرین منهم وعدش داد روزی میشود که از بین اینها گروه و گروه مردم در تأخیر در این آینده ده لما یلحقو بهم می بیاین چنان امت میشود. اما این روزی که در بین ما نیستن، ما را دوست بود، ما را دوست صدا زد، ما را بهترین دوست، ما را بهترین صدا زد. روزی برای امت در طایف عذابش دادن، روزی برای امت 13 سال در مکه غمش دادن، روزی برای امت مدینه منوره هجرت کرد، روزی در اون 10 سال حیاتش برای امت محنت کرد، آخران کلمش هم امت بود. برای همین ما باید دریغ نداریم برای او تمام داروی ما را. ما باید دریغ نداریم برای رسول مون یگان سخن مونه. ما باید دریغ نداریم اقلا صلوات مونه. برای همین امام نووی آورده صلوات چیست؟ صلوات غضب خدا را خاموش میکنه، صلوات رزق زیاد میکنه، صلوات شفاعت پیغمبر نزدیک میکنه، صلوات محبت زیاد میکنه، صلوات شما را با رسولتان پیوستگی میتیه، صلوات شما را از دنیا به ایمان میبره. هر کس صلوات گو طاعت و عبادت او قبول است. کدام نماز ما به اللهم صلی علی محمد است؟ مقصد از مولود همین عزیز، مقصد از همین بزرگیامون همین است. علما صحبت میکنن، علما گپ میزنن، اینا وارث رسول است، اینا از سوزش دل گپ میزنن، اینها از همون عذاب میترسن. الله جل و علا شأنه بعده که قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه، از جانب الله به واسطه کسب و کار و اخلاق بد ما عذاب ها می آمده است. این قرآن دانا، این تفسیر دانا، این کتاب آسمانی آمد که این عذاب از بالای سر ما دور کنه. هر جایی که دعوت از قرآن می شود، هر جایی که دعوت از حدیث رسول می شود، قسم به خدا حدیث های صحیح های که خدا آفت را دفع کنه، خدا بلا را دفع کنه. خداوند نام حبیب لقبش امین ای، لقبش امانتداری و تنجی ای. این پیامبر آمد ما را به سلام رسان. پروردگار با نام حبیب محمد صلی الله علیه و سلم این جنگ و جدال از زمین دفع کرد. خداوند به نام حبیب که نامش امین ماندی، نامش امن ماندی، رحمت للعالمین گفتی، کافت للناس گفتی، برای بشر آوردی شد، خداوند بشر ده تنجیرته. به واسطه اخلاقش، به واسطه اخلاق نیکش، به واسطه رفتارش، به واسطه جوان مردیش گردن دشمناش شکستی. خداوند امت شم انمون اخلاق محمدی را نصیب کن و دعا و اخلاقش گردن دشمنش شکنه. چگونه که شخصیت های آمدن عدالت در زمین راست کردن، بعد از او گریه کردن، دعا کردن، مثل امیرالمومنین عمر ابن خطاب در پیش حجر الاسود آخران حجر راست شد، گفت خدایا عدالت در زمین رساندم، زمین در حق در رساندم، یک خواهش دارم، می خواهم که در شهر حبیب از دنیا گذارم. پروردگارا ما را در او شهر گذاشتن ما را نصیب کردم. او شهر شهر رحمت هست، او شهر شهر هست که شفاعت پیامبر در اون شهر به نصیب میشه برای تمام مردم. ما باید عدالت خواه باشیم، ما باید در این زمین آرامش بیاریم. پیامبر برای ما حیات دینی آورد. معنی زندگی دین چی ای؟ این دعوت دامله ها چی ای؟ این جمعه دعوت ها برای چی ای؟ با هزار زبان گفتن ها برای چی ای؟ برای آن که ما زندگی اسلامی و دینی کنیم. معنی زندگی اسلامی دینی همین ای که در زندگی ما باید گناه وجود نداشته باشد. معنی شنه همین ای زندگی جناب پیامبر، زندگی ما باید گناه وجود نداشته باشد. یکی از سببهای مولود هم همین ای که ما گناه شناسیم،
ما گناه دانیم. در این مجلس ملائکه می بیاد، هر یک تی ما را می نویسد، هر یک تی ما را کتابت میکند، ما را برده نزد خدا معرفی میکند. خوشا به حال انسان هایی که در اون نامه ها می غلطند. پیش حضرت عبدالله ابن عمر می درآیند، حضرت می پرسند که یک وصیت نصیحت ممکن به خزیم روی یک تیگو که از این برمان گذره. حضرت میگه نگاه میکنه و میگه علم یا علم بی ان الله یرا، شما میخواهی نمیخواهی خدا شما را دیده است. برادر ما میخواهیم نمیخواهیم منظر را الله دیده است. فردا هر یک آدم فیلم شما میمونه، همین دنیا در آدم متهم کنم میبرن در همون عدلان میشیرانن در نفیت تلویزار فیلم شما میمونم و میگم اینجا تو بدی؟ میگه نه. میگه منش که سیلیت که اثری نو بیایا. خشاب به حالی آدم هایی که فردا در قیامت فیلم شما میمونن و یکی همین مجلس در غلطی رگی هست. خشاب به حالی انسانه که فیلمش که در خش حجر الاسود میغلطه. خشاب به حالی انسانه که فیلمش در جمعه میغلطه. خشاب به حالی انسانه که در پیش قبری پیامبر میغلطه فیلمش. خوشا به حال انسان بین روزه و مبارک من منبر و محراب در میغلطه. خوشا به حال انسان که این خل مجلس ها فردا فیلمش میغلطه. علم یه علم بیان الله یرا، تو میخواهی نمیخواهی الله تو را دیده استه. این ساعتا خدا مورا دیده استه. فردا این فیلم در محشر هر یک تمام در نشان میتین. شاید به تو فیل نام حبیبش خدا 70 ساله چی باید مونه مومد داره و یک نیکی بسیارش را ببخشم. مولود من امینه، جمع شدن من امینه، اتحاد من امینه، صحبت من امینه. معنیش که ما گناه شناسیم، با انصاف بیاییم، جوان مرد باشیم. این دنیا یک گذرگاه ما، این دنیا جای ابدیت نیست برای ما. ما فردا این دنیا میریم، یه سرای هستن که یاد میگذرن میرون. خوشا به حال انسانی که فردا برای رسولش و آخری را منتظیره. گفتم که حضرت معاذ ابن جبل یاش مردگی بوده از صحابه که در وبا میمارن وقتی مردنشتن تبسم کردن میگیرن بگن چی میبینی تبسم میکنی؟ معاذ که دروازه های آسمان هوی شد و روحانیت رسول الله آمده. خوشا به حال انسان هایی که مرگشان خیلی شمه. خوشا به حال انسان هایی که رسول الله را بینم. ما باید منتظر باشیم. مولود همیه، این همی چی را زیاد میکنن؟ یک اون چیزی دیگر نیست مولود که ما به تو فایل این ما هیچ نکردیم. افسوس هیچ نکردیم، یک اون چیز نکردیم، اما امید داریم از همون سلوات، امید داریم که ما را امت قبول کنن، امید داریم از رحمت خدا. هیچ نکردیم، هیچ نکردیم. در ایران حضرت عمر هم گیریه کرده که اکمه رسان من کچی را، اما ما فقط خدای همی دعوت ها را قبول کنه و همه مجلس های خیر را قبول کنه و همه صلوات ها را قبول کنه و از شفاعت حبیب شما را بینصیب نکنه. اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.